هرکیسه مهربالار، سلام به همه، امیدوارم همگیتون خوب باشید. یکی دیگه از جلساتمون رو از کتاب استانبول A1 شروع میکنیم. جلسه پیش ما درس 4 رو کامل جامع با تمرین کتاب با کتابکار حلشون کردیم، جوابشو گفتیم و همچنین درس های 1-2 هم کامل و جامع با حل کتابکارشون و اینا توی کانال یوتیوب هم هستش. میتونید اون دوستانی که اولین بار این ویدیوها رو میبینن میتونن از جلسه اول شروع کنن و جلسات رو ادامه بدن و برسن به اینجا. اما این جلسه میخوایم درس 5 رو شروع کنیم. همونطور که میبینید من روی ورد هستم به خاطر اینکه قبل از اینکه درس 5 رو با هم شروع کنیم باید ساعت‌ها رو در زبان ترکی یاد بگیریم، ببینیم که ترک‌ها ساعت‌ها رو چطوری میگن و ساعت‌ها به چه ترتیبی هستش. خب دوستان گرامی، ما دو نوع ساعت داریم در ترکی. یکی سواله، یعنی دو نوع سوال برای پرسیدن ساعت داریم، من اصلاح کنم. یکی سوال ساعت کاچ هست به معنی ساعت چنده، البته من باز مشکل کیبورد دارم. ساعت کاچ به معنی ساعت چنده و یه دونه هم سوال ساعت کاچ دا داریم به معنی در چه ساعتی. فقط دقت کنید که اینا در موقعیت های مختلفی استفاده میشن، کاربردهاشون متفاوته، اما کاربردهاشون چیه و در چه موقعیت‌هایی استفاده میشن و خدمتتون میگم. ببینید ساعت کاچ یعنی ساعت چنده. زمانی که ما ساعت رو نداریم مثل من الان و میخوایم ببینیم که یعنی از یه طرفی ساعت رو بپرسیم، از سوال ساعت کاچ استفاده میکنیم. ساعت کاچ اونم خوب شروع میکنه، میگه ساعت کاچ. اما اگر خب میخوایم ساعت داریم، مشکل ساعت نداریم که اینکه بدونیم ساعت چنده، میخوایم بدونیم که یک برنامه‌ای، یک مسابقه‌ای، یک فیلمی، یک سریالی، کلن هر چیزی در چه ساعتی شروع میشه، در چه ساعتی تموم میشه، در چه ساعتی مثلا یه نفر میاد میره، نمیدونم کلن شروع یا پایان یا حالا هر چی، آغاز و ابتدای یک کاری رو، یک اتفاقی رو، یک فعلی رو بخوایم بدونیم، از این ساعت کاچتا استفاده میکنیم که توی فارسی میشه در چه ساعتی. پس چی شد؟ ساعت کاچ شد زمانی که ساعت نداریم و برای دانستن ساعت استفاده میکنیم. ساعت کاچتا زمانی شد که خب ساعت داریم ولی نمیدونیم یک اتفاقی کی بسام انجام میشه، کی تموم میشه و امثال هم. پس فرقش اینه. اما آیا نحوه گفتنش هم فرق داره؟ یعنی اینکه ساعت رو آیا مدل گفتنش توی سوالهای ساعت کاچ و کاشتا فرق داره؟ ممکنه این سوالتون باشه. جوابتون مثبته. بله. بخوایم سوال ساعت کاش رو جواب بدیم، خب این یه مدله. بخوایم سوال ساعت کاشتا رو جواب بدیم، این یه مدل دیگه است نحوه گفتنش. اما به چه صورتیه؟ الان خدمتتون میگم. خب ما از ساعت روند شروع کنیم. مثلا فرض کنیم که اینم پیدا کنم دیگه خیلی خوب میشه، این دو نقطه رو. بله متاسفانه، حالا اینو پیدا کردیم دیگه، به این اکتفا کنیم. مثلا ساعتمون 6 هستش، روند دیگه. ساعت روند به چه ساعتی میگیم؟ به ساعتهایی میگیم که سمت دقیقه شون صفره، یعنی دقیقه ندارن. خب حالا سوالمون هم ساعت کاچ هستش، اینو چی جواب بدیم؟ میگیم ساعت آلت. پس از ما بپرسن که ساعت کاچ، میگیم ساعت آلت، یعنی ساعت 6. پس اول
کلمه ساعت رو میگیم ساعت، اینم ساعت نخونید، ساعت، دوتا آه، ساعت، یکی آه کوتاه یکی بلند، ساعت، نه ساعت، ساعت رو میگیم، بعد آلت رو میگیم، تمام. حالا به جای شیش ده باشه، یازده باشه، هشت باشه، یک باشه، دو باشه و تا دوازده، همون عدد رو به جای آلت میگیم و تموم میشه میره. پس ساعت کاچ، ببینید دارم سوال ساعت کاچ میگم، ساعت کاچ، جواب ساعت آلت. این از این. اما اگر از سمت دقیقمون عدد باشه، مثلا ده باشه، مثلا پنج باشه، مثلا پونزده باشه، خب اینو به چه شکلی ما بگیم؟ اینم آسونه، فقط ببینید اینو حتما یادداشت کنید، من یه فارسیشو نمی نویسم ولی شما یادداشت کنید اگه خواستید. ترک‌ها ساعتهایی که دقیقه دارن توی جواب سوال ساعت کاچ میگن ساعت پنج را، یعنی به کلمه یا به عدد پنج یه را اضافه میکنن، میگن ساعت پنج را ده میگذرد، ساعت پنج را ده میگذرد. دقیقا اینو ما تبدیل خواهیم کرد به چی؟ به ترکی. الان اینو میگیم ساعت 6 را 5 میگذرد، ساعت 7 را 15 میگذرد، مثلا 10 و 20 دقیقه باشه میگیم ساعت 10 را 20 میگذرد. اما چطوری بگیم؟ طبق معمول کلمه ساعت رو میگیم 5 میشه بش، 5 را این شمون کو میشه بشی، یعنی یه دونه را اضافه میکنیم در واقع، پس پسوندهای را رو هم من اینجا واسهتون داخل پارانتز بنویسم، یکیش ایه که اینجا ما نوشتیم، ستای دیگرش هم به این ترتیبه او و او، این او کو بعد یاری کنید. بعد اینم ای. پس چهار تا را داریم، ای، ا، او و او، اینا راهامون در ترکی هستن. خب پسوند را رو با هم یاد گرفتیم، اگر البته از دوستانی که میدونستم براشون مرور شد که گفتیم چهار تا پسونده، ای، ا، او و او، و خب این میشه ساعت بشی. باز تکرار میکنم هر عددی به جای بش بذاریم که اینجا من گذاشتم، طبق معمول به اون عدد، یعنی عدد ساعت ما میایم را اضافه میکنیم. و یادتون باشه اگر آخر عدد صدادار باشه، مثلا اینجا بش بی صدا هست، آلت باشه که صدا داره یا یدی باشه که صدا داره، یه دونه یه میانجی هم اینجا میذاریم، مثلا اینو میگیم ساعت آلت یه، با یه میانجی میگیم، اینو میگیم ساعت یدیه، یعنی ساعت هفت را. بعد عدد دقیقه رو میگیم که اون هست اینجا، بعد از کلمه گچیور استفاده میکنیم، گچیور، پس میشه ساعت بشی اون گچیور، یا ساعت آلتیه بش، به جای اون بش گچیور، یا اینو میگیم چی؟ میگیم ساعت یه دیگه اون بش، بله ای بابا، اون بش گچیار. بله البته توی فارسی که همون ترک ما میگیم که هفت و روب، ترکا هم روب دارن، روب هم همون کلمه یه چیرک هستش، یعنی به جای اونبش، به جای اونبش میتونید از کلمه یه چیرک هم استفاده کنید، یعنی بگین که ساعت یه دیگه چیرک گچیار، یعنی ساعت هفت و ربع هستش. پس اینم از این قسمت ساعت هایی که عددشون دقیقه هست. باز یه نکته بگم،
وقتی که میگم دقیقه هست یعنی از دقیقه 1 تا 29، یعنی نیمه اول ساعت رو اینطوری میگیم. خود نیم رو متفاوت میگیم، مثلا الان ساعت بشه 8:30 یا مثلا بشه چی؟ بشه 9:30، بشه 10:30، حالا هرچی، من به ترتیب ساعت ها رو مینویسم. اینو چطوری میگیم؟ طبق معمول اول کلمه ساعت رو میگیم، بعد عدد کلمه ساعت، بعد عدد ساعت، بعد از کلمه بوچوب استفاده میکنیم. یعنی این میشه چی؟ ساعت سکیز بوچوب. این چی میشه؟ میشه ساعت دوکوز بوچوب. دوکوز رو میگیم اینجا، بعد از کلمه بوچوب استفاده میکنیم. ساعت سکیز بوچوب، ساعت دوکوز بوچوب. اینم از این قسمت. نیم ها ساده هستن، روند ها ساده هستن، یکم این دقیقه دار ها یکم مشکله، مشکلم نیست، یکم زیاد از حالا بوچوک و روند ها هستش و یعنی اصلا سخت نیستش. اما دقیقه هایی که از 31 تا 59، یعنی نیمه دوم ساعته، اونا رو چطوری بگیم؟ مثلا 10:35 است، مثلا 11:45 است، یا مثلا 12:50 است. اینا رو چطوری بگیم؟ خب اینا هم اینطوری هستن فرمتشون. اینو میگیم که توی فارسی اینو میگیم که 25 دقیقه به 11، 1 ربع به 11، 10 دقیقه به 1. اینطوری میگیم، حالا 13 نمیگیم، 10 دقیقه به 1، 1 ربع به 12، 25 دقیقه به 11. دقیقا اینو به ترکی میگیم، یعنی ترکی هم اینطوری میگیم. تو ترکی میگیم، باز حالا اینو بخواین یادداشت کنید، تو ترکی میگیم ساعت 11 ساعت به 11 ساعت 11. خب ساعت به 11 چند دقیقه مونده؟ 25 دقیقه. میگیم ساعت 11 25، ساعت 11 25 وار. تموم شد. اینجا هم نشونش واره و پسوند به اضافه میکنیم. پسوند به هم دوستان عزیز دو تا بود دیگه، یه دونه ا بود یه دونه آ بود. من پسوند به را هم به عنوان یادآوری نوشتم، یه ا بود یا آ بود. الان مثلا عدد شما حالا آخرش صدا دار باشه، اینجا بیر بی صداست، اگر صدا دار باشه یکیه میانجم اینجا میگیره. مثلا 12 بود اون 2 یه میشد، مثلا 8 حالا سکیزه میشه 7 بود 7 میشد، 6 بود 6 یا میشد. یه نکته هر ریزم بگم، 4 آخرش ته هست، مثلا این 3:35 بود به فرض مثال، بعد میگفتیم 4ته، یعنی 4ته. ببینید اینطوری 4 یعنی 4، پسوند به اضافه کنیم میشه 4ته، دیگه این 4ته رو نمیگیم، این ت تبدیل به د میشه، میشه 4ته، یعنی میشه ساعت 4ته، یعنی ساعت به 4. حالا هر چی دیگه مثلا 25 وجود داره. خب پس فارسیش اینطور شد که یعنی تحت لفظ ترجمه کنیم میشه که ساعت به 11 25 وجود داره. الان اینو باید چی بگیم؟ بگیم که ساعت به 12:15 وجود داره، یا ساعت به 12:15 وجود داره. اینطوری میگم. پس میشه ساعت 11:15 یا ساعت 12:15 چیدکوار. همین. پس ساعت 12:15 ساعت 12:15 چیدکوار. میتونید از این استفاده کنید. این هم از این. یا مثلا
این ساعت بعدی میگیم 10 دقیقه به یک دیگه، درسته؟ میگیم ساعت به یک، بیر میشه یک، به یک میشه بیره. ساعت بیره 10 وجود داره، ساعت بیره اونوار. این هم از این تموم شد. این ساعت هایی هستش که در جواب سوال ساعت کاچت میگیم. اما بریم به ساعت هایی که در جواب سوال سادکاشتا سادکاشتا باید بگیم. حالا اونا به چه شکلی هستن عرض میکنم خدمتتون. خب مثلا ساعت روند، حالا من از روی اینا توضیح میدم. ببینید اگر جواب سوالتون سادکاشتا، یعنی سوالتون ساعت کاشته باشه و ساعتتون روند باشه، جوابشو اینطوری میدید. مثلا همین ساعت 6 رو با ساعت کاشته میپرسن، بگن ساعت کاشته و شما هم بخواین رو بگین، همین ساعت 6 رو میگین. آخرش من اگر بله آخرش یه دونه دا میذارید. پس فرق ساعت کاچ با کاچتا توی ساعت های روند یه دونه این دا بود. خب ممکنه که ده باشه یا ت و تا هم بشه، یعنی همون پسوند های در دیگه، همون پسوند های دری که ما اضافه می کردیم و خوندیم دقیقا به آخر اعداد میچسبه. ببینید این چون در داره میگه در چه ساعتی، اینم میگه در 6 آلتدا. باز به جای 6 هر عددی میخواد باشه، آخرش پسوند در اضافه میکنیم. پس این یادتون باشه. اما ساعت اگر دقیقه داشته باشه دقیقا همینو میگیم، میگیم ساعت بشی اون. و به جای گچیور از کلمه گه چه استفاده میکنیم؟ همین. پس سوالمون ساعت سوالمون ساعت کاشته باشه و ساعتمون 5:10 باشه، میگیم ساعت بشی اون گچه. تمام. همین. یا مثلا همین باشه، میگیم ساعت 6:05. قبلا میگفتیم گچیور، اینجا میگیم گچه. ساعت 6:05 گچه، ساعت 7 چیرک گچه، یا چیرک 15 گچه، یا چیرک 15 فرق نمی‌کنه. پس همونطور که ملاحظه می‌کنی فقط این گچی رو عوض میشه و گچه میشه. این اما ساعتایی که نیم دارن، 8:30، 9:30، 10:30، 3:30، حالا هرچی نیم داره، اینا رو چی بگیم؟ چه کار کنیم؟ قبلا گفتیم که کلمه ساعت رو میگیم، عدد ساعت، بعد کلمه بوچوک استفاده میکنیم. الان بخوایم همینو با کاچتا بگیم، کافیه که به آخر کلمه بوچوک تا بزنیم، بشه ساعت، عدد ساعت، بوچوک تا. مثلا اینو با ساعت کاچتا بپرسه میگیم ساعت 8:30 بوچوک تا، ساعت 9:30 بوچوک تا. باز حالا هر عدد دیگه ای میشه نوشت. و اما ساعت هایی که مانده دارن، یعنی نیمه دوم هستن، اینا به چه شکلی بگیم؟ باز اینا هم خیلی ساده هستن. همین فرمت قبلی رو میگیم، یعنی میگیم ساعت 11:25، به جای وار از کلمه کالا استفاده میکنیم به همین راحتی. یعنی دیگه وار رو ننویسید، نگید و کالا بگید. یعنی بگید ساعت 11:25 کالا، ساعت 12 چیرک کالا، ساعت بیره 10 کالا. اینطوری باز حالا عددها رو جایگزین کنید، باز همین فرمت هستش. این از ساعت ها. باز اگر سوال داشتین تو قسمت کامنت ها دیگه تو اینجا هم کامنت میگن، ما عادت کردیم به اینستاگرام، تو قسمت کامنت ها بپرسید، من حتما در اسرع و سر فرصت جواب میدم. این گرامر درس 5 بود، یه قسمتش.
اما بریم الان کتاب و از کتاب هم دنبال کنیم. خب وارد درس پنجم شدیم از کتابمون. درس پنجم بشین جونیت زمان زمان، یعنی با گذر زمان، به مرور زمان، این معنی رو داره. ساعت لر ساعت. خب اینا رو ما قبلا خوندیم، یعنی توی بخش گرامر درسیمون اینا رو خوندیم. ساعت کاچ که خب میدونیم به معنی ساعت چنده هست. ساعت کاچتا میشه در چه ساعتی. نزامان میشه کی. گچه و کالا رو هم که گفتیم خدمتتون. ساعت کاچ ساعت چنده. ساعت سکیز. ساعت کاچتا کالکیورسون. باز ببینید با کاچتا پرسیده یه فعل میاره، یه کاری رو میاره. ساعت کاشته کالکیورسون در چه ساعتی بلند میشی؟ جواب میده ساعتو، اونتا با یه دودا آخر ساعت. ساعت دوکوز بوچوکتا درس باشلیور. دوکوز بوچوکتا درس باشلیور، در ساعت نهیم درس شروع میشه. ساعت اکیه چیرک گچیور، ساعت دو روب میگذره. ساعت آلتیا یرمی کالا گلیور، یعنی آلتیا یرمی کالا یعنی 20 دقیقه مانده به 6 میآید. و قسمت هازلک چالشماسه که خب اینا رو بلدیم. آی معنی ماه میده. ساعت میشه ساعت. یل سال. ثانیه ثانیه. دقیقه دقیقه. گون روز. هفته هفته. مفسیم به معنی فصل. ساعت دوکوز که خب تصویر سه هست. ساعت ایکی بوچوک تصویر دو هست. ساعت بشی بشکی چیار دردنجی فوتوراف. ساعت اونی که بشنجی فوتوراف. ساعت ایکی بیرنجی فوتوراف هستش. اما مکالمه ها قسمت حکومانی زمان. پاردون ساعت کاچ ببخشی ساعت چنده. سکیزی چیرک گچیار یعنی هشت رو روب میگذرد. تشکرلر رجای دارم. بخواین ساعت رو بپرسین از سوال پاردون ساعت کاچ میتونی استفاده کنید. مکالمه بعدی. درس پروگرام نسل، برنامه درسی چطوریه؟ بوش وقتین وارمه؟ بوش وقت، بوش یعنی خالی، بوش وقتین اینو اینطوری باز غالب بار یاد بگیریم. بوش وقتین یعنی وقت خالی. وارمه یعنی داری. درسلر ساعت 9:30 بیره کادر سوریور. از ساعت 9:30 تا 1 طول میکشه. ساعت 2 کادر بوشم. تا ساعت 2 خالی هستم. سونرا ساعت 2'den 4'ü çeyrek geçe kadar devam ediyor. Devam ediyor fiile devam etmek. Edame daştan edame devam ediyor yani edame dare. Saat 2'den az saat 2 4'ü çeyrek geçeye kadar. Çeyrek ya robe 4'ü çeyrek geçe yani 4 rob. Az saat 2 ta saat 4 rob edame dare. مکالمه بعدی. فیلم کاشتا باشلیور. فیلم در چه ساعتی شروع میشه؟ آلتیا چیره کالا باشلیور. یعنی یه رو مانده. ببینید کالا داره. مانده به شیش شروع میشه. شیمده ساعت کاش. الان ساعت چنده؟ بشه 25 گچیار. یعنی 5:25 دقیقه. گجیکیوروز. گجیکمک یعنی تأخیر کردن. گجیکیوروز یعنی تأخیر میکنیم. هایدی گیدیلم یعنی یالا بریم. هایدی هم یعنی یالا. تصویر چهار. ایشین ساعت کاشتا باشلیار یعنی کارت در چه ساعتی شروع میشه؟ صبح 9'da باشلیار یعنی ساعت 9 صبح شروع میشه. ساعت کاشتا بیتیار بیتمک تموم شدنه. در چه ساعتی تموم میشه؟ اکشم 6'da بیتیار یعنی عصر در ساعت 6 تموم میشه. بیر ساعت اویله مولاسه وریارم. یک ساعت وقت استراحت ظهر میدم. اویله مولاسه یعنی وقت استراحت ظهر. توپلام 8 ساعت چالشیارم. جمعا 8 ساعت کار میکنم. این هم از این قسمت. قسمت پایین چند تا ساعت داده. اینا رو شما هم به شکل ساعت کاچ هم به شکل ساعت کاشتا به عنوان تمرین انجام بدید. جلسه بعد انشالله اینو میخونیم. خب صفحه بعد اینجا نوشته یا سیز یعنی یا شما. شیمده ساعت کاش. الان ساعت چنده؟ خب میتونید جواب بدید. ساعت کاشتا کالکیورسونوز.
در چه ساعتی بلند میشید بنویسید که من منطقه اون ساعتی که مینویسید میدونید دیگه در جواب سوال ساعت کاشتا باید اونطوری بنویسید. و اما دیل بیلگیسی که ما کلا مفصل این قسمت رو خوندیم، ساعت ها رو داده 60 ثانیه 1 دقیقه هست، 60 دقیقه 20 ساعت هست، 30 دقیقه یارم ساعت هست یعنی نیم ساعت، و 15 دقیقه هم چیرک هستش یعنی روب. فقط یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون، توی توی ترکی مثل فارسی ما ساعت ها رو به شکل 12 ساعته میگیم به جای 24 ساعت. یعنی مثلا اگه ساعت 10 باشه 10 شب نمیگن ساعت 22، میگن ساعت گجه اون. یعنی اول یه ساعت اون ساعت رو میگن، بعد یه کلمه گجه استفاده میکنن، بعد عدد ساعت رو میگن. یا مثلا ساعت اویله اون بیش ظهر 11، صبح ساعت 7. خب پس اگر وقتتون صبح باشه بعد کلمه ساعت از کلمه صبح استفاده کنید، اگه ظهر باشه اویله، و اگر هم شب باشه از گجه استفاده کنید. پوچو کارم که اینجا خودش آورده چطوری بگیم، باز نیمه دوم ساعت رو که با وار گفته میشه اینجا آورده، نیمه اول ساعت نیمه اول دقیقاش باشه با گچیور اینجا آورده، ساعت های رونده آورده، ساعت هایی که با سوال ساعت کاشته هستن بوچوکتا هم ببینید، بوچوکتا 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 آورده. نیمه دوم ساعت که با به حساب عبارت کالا باید میگفتیم، اما با فعل اینجا دقت کنید، کالا کالا کهوالتی اپیورون بلوشیوروز باشلیور کالکیورن، فعلا که با کالا میاد، چون راحتا من دیگه نمیخونم اینا رو تا جلسه همون کسل کننده نباشه. و اینجا هم باز نیمه دوم نیمه اول ساعته به جای کلمه گچی رو از گچه استفاده میکنه همراه با فعل. ببینید اویدن چکیورو حالی گیلیور درس بیتیور اتوبوس بینیور به همین شکل. این هم از این. و قسمت 4 و 5 تمرین دارید، این تمرین ها رو هم باز انجام میدید. ساعت ها هستش، تلویزیون دا هابر، اینو به شکل ساعت کاش دا بنویسید، اینا رو به شکل ساعت کاش بنویسید. و تا این قسمت گرامر جدیده که انشالله جلسه آینده از این قسمت این گرامر رو با هم دیگه میخونیم. این هم از این. لایک، سابسکرایب، شیر، معرفی یادتون نره. تا جلسه آینده گوش میکیزره، خوش شکر.